با درود خدمت دوستان، امروز که کراوات زده بودم و الان دیگه مال من نیست، باید بدمش به کسی دیگه. گفتم تا تنمه یه دو تا چیز دیگه، ویدیو دیگر ضبط بکنم. یکی راجع به پرواز برادران رایت که دوستان خواسته بودن، گفتن همون مقاله‌ای که سالها پیش نوشتم، مال 22 سال پیش در واقع، همین رو به صورت ویدیو در بیارم. من سال 1998 رفته بودم به نورت کارولاینا یا کارولاینای شمالی برای بازدید از یکی از افراد فامیل. اونجا تصمیم گرفتم که از موزه برادران رایت هم در شهر کیل دیویل هیل بازدید به عمل بیارم. یه چند صد کیلومتری باید رانندگی میکردم تا خودم رو اونجا برسونم و این کار کردم، برای اینکه دیدم که دیگه فرصت دیگه نیست. رفتم و بازدید کردم و دیگه برای کسی که خلبانی دوست داره، دیگه مرکز خلبانی جهان میشه اونجا باشه. اولین پرواز موتوری جهان در اونجا انجام شده. البته بگم خیلی این اشتباه رو میکنن، پرواز گلایدر قبلا انجام شده بوده. خود برادران رایت هم خلبانی رو با گلایدر یاد گرفتن، ولی پرواز موتوری اولیشو این دوستان بودن، این دوتا برادر بودن. بعد فکر کنم در قرن 20 دوتا اتفاق خیلی مهمش، یکی همین پرواز برادران رایت 1903 بود، یکی هم فرود نیل آرمسترانگ و بقیه در کره ماه بود. 1903 هم از اون سالهای جالب بوده، برای اینکه هم اولین پرواز برادران رایت اتفاق میفته، هم کمپانی اتومبیل سازی فورد باز میشه، هم اولین کارخانه موتورسیکلت سازی جهان هارلی دیویدسون. بنابراین از اون سالهای پربار برای رشته‌ای که حداقل من و شما دوست داریم بوده. اولین پرواز برادران رایت 36 متر بود و 12 ثانیه طول کشید در پرواز خط مستقیم. هدف هم چیز دیگه نبود، فقط میخواستن مستقیم یه مقداری رو برفته باشن، همین. در این کارم انجام دادم. من مقاله‌ای که اون موقع نوشتم به صورت سوال و جوابی نوشتم و الان هم شاید بهترین چیزی باشه که براتون از خود مقاله به صورت سوال جوابی بخونم. اولش که چرا اورویل پرواز کرد نه ویلبر؟ اینا قرارش بود که یه بار این یه بار اون، یه بار این یه بار اون، تا ببینن کی پرواز انجام میشه. ویلبر قبل از اورویل پرواز کرده بوده، من روز قبل یا همچی چیزی، ولی زیادی پرواز میبره بالا، هواپیما استال میکنه، از پشت اینطوری میفته. نوبت اورویل که بوده قشنگ مستقیم میره و در یه جای جلوتر 36 متر جلوتر میشینه. تو محل کیل دیویل هیل که میرید 5 تا سکو گذاشتن. سکوی اول میگه که از اینجا هواپیما بلند شد، سکوی دوم اولین جاییست که نشست، سکو بعدی پرواز دومشون رو نشون میده، سوم و چهارم. چند سال طول کشید تا با هواپیما تونستن دور کامل بزنن، چون اون موقع هنوز فرامین خیلی خوب نبودن، بنابراین نمیتونستن دور کامل بزنن. خب پس این داستانی که نوبت کی بود و روشن کرد. آیا سابقه پرواز داشتن برادران رایت؟ 2000 سورتی گلایدر انجام داده بودن قبل از که پرواز معروفشون رو انجام بدن. مشخصات فنی هواپیماشون چی بود از نظر موتوری؟ موتور 4 زمانه 4 سیلندر از جنس آلومینیوم و مس. اینو بر سب طبق سفارش اینا، اگه بخواید اولی بگیرین، اولین باری که مس و آلومینیوم آلیاژی شد برای موتور هواپیما، برای اینا درست شد. دور موتورش 1090 دور بوده. میدونید دور موتور هواپیما 2700 دیگه ماکسیمومی است که میتونه باشه و باید کمتر باشه که نوک ملخ به صورت صوت نرسه. و این هواپیما جالبیش اینه که موتورش قسمت سکان افقی عقبش در واقع جلو بوده، یعنی فرمونی که هواپیما رو بالا پایین میبره به جای که عقب هواپیما باشه مثل امروزی، جلوی جلو بوده. در عوض موتوراش به جای که رو به جلو باشه، موتور یه دونه بوده ولی دوتا ملخ داشته، ملخ ها رو به پشت بودن، در واقع پوشر بودن. ملخ‌هایی که جلوی هواپیما رو می‌کشن پولرن، این دو تا عقب پوشر بودن که با تسمه به هم وصل بودن. بعد یه رادیاتور خیلی کوچیک داشته، باک خیلی کوچیک داشته، فقط برای یه دقیقه پرواز. اینا تمام هدفشون این بوده که بنزینی به اندازه یه دقیقه، رادیاتوری به اندازه یه دقیقه، موتوری یه دقیقه دووم بیاره نسوزه. وگرنه اگه می‌خواست یه ذره دیرتر بیشتر کار کنه حتما می‌سوخت. و اینا میخواستن موتور رو سبک نگه دارن، رادیاتورش آب توش کم باشه، سایز کوچیک باشه، همه رعایت ها رو کرده بودن. واقعا خیلی با
به قول معروف هوشیارانه عمل کردن تا تونستن این کار رو انجام بدن. بعد چه کسی بیشترین اثر رو این دوتا برادر داشتن؟ مادرشون که بهشون ریاضی یاد داد، مادرشون که بهشون خیاطی یاد داد، این برزنتی که برای بالها، جنس بالها اون موقع برزنت رو با یه موادی میپوشوندن که هوا رد نکنه، این برزنت دوزی رو تمام خودشون با چرخ خیاطی بلد بودن که چیز کنن و مادرشون کارو بهشون یاد داده بوده. یه کار دیگه که خیلی خوب اینا انجام میدادن، مدرک سازی. آقا هر کاری میکنی مدرکشو درست کن، پس ولی یکی دیگه نه ادعا کنه بگه من اولی بودم پرواز کردم. هر دفعه پرواز میکردن عکاس هم عکس میگرفت، حالا چه پرواز موفقیت آمیز باشه چه نه، تا بالاخره اون عکس معروف گرفته شد و در اصول کشید تا به سراسر دنیا منتقل شد و مردم دنیا فهمیدن یک وسیله سنگین تر از هوا با کمک موتور تونسته پرواز بکنه. یکی دیگه که در زندگی این آخری تأثیر داشت، اوتو لیلیانتال، خلبان آلمانی گلایدر بود که خودش در 1896 به اثر سقوط گلایدرش مرد. ولی اونم روی اینا تأثیر داشت که فهمیدن که باید اینو یاد بگیرن. یعنی در واقع اوتو لیلیانتال 7 سال قبل از که اینا پرواز کنن مرد. حالا مستقیم فکر نمی‌کنم هیچ وقت تماسی داشتن، ولی اینی که یاد بگیرن که اون داشته چیکار می‌کرد تو آلمان که اینا همین کارو بکنن، این خیلی مهم بود. بعد چرا اصلا اینا مال دیتون اوهایو بودن؟ چیکاره بودن؟ دوچرخه ساز، یعنی دوچرخه فروش. دو تا برند دوچرخه رو تولید میکردن با دو تا اسم مختلف، میساختن و میفروختن، پول در میاردن. از این پول بود که خرج هواپیما رو در آوردن. چقدر خرج کردن؟ در 1903 1200 دلار. البته به پول الان باید برم جدول نگاه کنم خیلی پول میشه، ولی به هر حال 1200 دلار پولیست که الان دیگه هیچی نیست. حالا اینا که مال دیتون اوهایو وسط امریکا بودن، در شرق آمریکا بغل دریا چیکار میکردن؟ کارولینای شمالی، کیلدویل هیل، وسط بیابون. اینا دنبال یه جا میگشن باد داشته باشه. ببینید هواپیمایی که فرض کنید 50 کیلومتر سرعت لازم داشته باشه تا بتونه بلند شه، یا خودش 50 کیلومتر رو زمین یه جوری به دست میاره، یا باد روبرو اگه مثلا 30 کیلومتر باد باشه این کافیه 20 کیلومتر خودش بتونه با سرعت زمینی 20 کیلومتر بلند شه، 30 کیلومتر دیگه هم از روبرو میاد میشه 50 رو هوا میمونه. اینا برای پرواز اولیه باد لازم داشتن. دیدن کجا از اطلاعات هواشناسی امریکا گرفتن، دیدن در اونجا نورت کارولینا هم جای خلوتی است، هم باد بغل ساحل موجود است که اینا بتونن با گلایدر 2000 پرواز بکنن. اول گلایدر یاد بگیرن، بعد هواپیمای موتوری رو پرواز کنن. اینی که نیست که همینطوری برادران راید هواپیما اختراع کردن یه راست نشستن خلبانی هم کردن، نه، اصلا باید یاد میگرفتن چجوری هواپیما رو بتونن پرواز بدن. این در اومد نورت کارولینا. علت دیگه خلوتی اونجا بود. اینا میخواستن که اولا شکست میخورن کسی نبینه، سقوط میکنن کسی نبینه، کسی روشون کپی نکنه، مقلدین. رفتن اینجا خلوت دنجی رو بردن، 5 نفر بودن، دوتا برادر و 3 تا دستیار که در همه کار به اینا کمک میکردن. تمام کارگاهشون رو با قطار بردن اونجا پیاده کردن. بعد نکات مهم دیگه، یادم که اون تپه هایی که این ازش گلایدر پرواز میکردن، چون اونجا تپه های شنیه، این مثل صحرای عربستان و بغل آب، این تپه ها بر اثر باد حرکت میکرده. برای اینکه الان موزه برادران رایت رو بتونن ثابتش کنن، یکی از این تپه ها رو با اون مشخصاتی که داره ثابتش کردن، حالا چسب ریختن تو چیکار کردن که تپه دیگه تکون نخوره، که مجبور نشن موزه رو عروس تکون بدن. برای کسایی که مثلا فکر کنن که خب این برادر هواپیما رو برادران رایت اختراع کرده، ما همیشه یه سری چیزای اشتباه داریم، مثلا میگه ماشین رو فورد اختراع کرد، نه، فورد تولید حجم بالای ماشین رو اون اختراع کرد، بنز ماشین رو اختراع کرده بود. در مورد هواپیما، هواپیما رو اینا اختراع نکردن، شهپر هواپیما رو فقط اختراع کردن، ملخ هواپیما رو اختراع کردن. و چه ملخی درست کردن که هنوز تا سالیان سال با کامپیوتر میزنن در حد اون میشه، یعنی اینقدر ملخ رو درست فهمیده بودن چه زاویه‌ای بهش بدن اینا. و استفاده از اون آلیاژ مس و آلومینیوم و اینا چیزی که اینا کارش رو کردن، وگرنه این کار انجام نمیشد. بعد اینا در واقع میشه گفت مخلوطی از تاجر، مخترع و ورزشکار. ورزشکار میخواد المپیک اول بشه، همه سعیشو میکنه اول بشه، تاجر پولش رو باید در بیاره که بتونه اینجا خرج کنه، و بیزنسمن میخواد ببین میدونه میخواد چیکار کنه. وقتی آقا اختراع کردن، دولت امریکا، ارتش امریکا اومد گفت به ما بفروشین.
اینا دیدن که دولت چیز امریکا نمیخواد بهشون محافظت های لازم رو بده، نفروختن و دیدن ارتش ممکنه بخواد کپی بکنه، هواپیما رو بردن توی یه جا قفل کردن تا 3 سال درش نیاوردن. البته خب این به ضرر امریکا شد چون در این مدت اروپا خودشو رسوند، ولی در ضمن به ارتش امریکا مفت نفروختن تا وقتی که ارتش بالاخره وارد معامله شد و اینا. دیگه از خدمت شما بگم که الان هواپیما کجاست؟ هواپیما اصلی تو موزه اسمیتسونیانه توی واشنگتن که من رفتم دیدم، کپیشم تو این کیلدر هیل هست که باز اونم دیدم، اون کیتی هاک هم که میگن اسم منطقه کیتی هاک هم هست، کیلدر هیل مشخصا اون جاییست که اینا پرواز میکنن، الان حالت شهری پیدا کرده برای خودش. پرواز اول 130 فوت 13 ثانیه، 12 ثانیه. پرواز دوم ویلبر رایت 175 فوت 12 ثانیه. پرواز سوم اورویل رایت 200 فوت 15 ثانیه. پرواز چهارم ویلبر رایت 852 فوت 59 ثانیه. پس دیگه پرواز چهارم تقریبا به 1 دقیقه رسیدن. طول باندشون چقدر بود؟ 18 متر. یه ریل چوبی درست کرده بودن، هواپیما روی این ریل حرکت می‌کرد، هواپیما چرخ هم نداشت، روی این ریل حرکت می‌کرد که بتونه سبک‌ترین حالت ممکن بلند شه، بچه‌م با سینه با اون چوب که زیرش بود بتونه روی زمین بشینه. این علامتو من نشون میدم ببینم اگه خوب معلوم باشه، این یکی از اون سکوهایی است که پرواز اینا رو نشون میده، زمان و طول و اینا رو همه رو اینجا نشون میده. دیگه مقاله ها رو وقتی نمیخونید مجبورم دیگه با ویدیو، وقتی میخونید 1000 نفر نمیخونن، وقتی ویدیو میشه شاید 10-15 هزار نفر نگاش کنن. آیا برادران رایت تنها کسایی بودن که داشتن در موقع هواپیما میساختن؟ نه، خیلی ها. یکی آقای لنگلی بود که الان شهر لنگلی در ایالت ویرجینیا جایی که مرکز CIA اونجاست به اسم این آقای لنگلیه. این آقای لنگلی هم ساخته بود هواپیما رو، دولت امریکا همش کمک کرده بوده، ولی میخواسته ریموت کنترل یه جوری با یه سیمی چیزی بسازه که خلبان توش نباشه که اگه سقوط کرد نمیره، و در حال نتونست به سرعت برادران رایت انجام بده کارو. یه بابای دیگه هم در همین شهر سنوزه در نزدیکی اینجا بوده، اونم درست کرده بوده هواپیما موتوری، ولی قبل از که با موتوریه بتونه پرواز کنه با گلایدرش سقوط میکنه و میمیره، ولی بعد که بررسی کردن نقشه‌هاشو دیدن کاملا قابل پرواز بوده. این هواپیمای برادران رایت بهتون گفتم سکان جلوش که از جلو کنترل میشده، شهپراش در واقع بال شکلش رو عوض میکرده، الان میبینید که از پشت بال یه چیزی میره بالا میاد پایین، هواپیما برعکس هم حرکت میکنه، هواپیما دور میزنه. اون موقع اینا هنوز این به فکرشون نرسیده بوده، بال رو طوری درست کردن که مثل بال یه کبوتر و اینا که میخواد بپیچه یه ذره حالت بالش عوض میکنه، با یه سیمایی اینا این کار میکردن، با کمرشون یه کمربندی بوده با یه سیم به بالا، یعنی وقتی خلبان در واقع داخل هواپیما به حالت خوابیده و آویزون بوده، یه دستش به روی گاز یه دستش به روی کنترل، با بدنش هم این شهپر رو هم با انتقال وزن هم با تغییر ژئومتری یا یه چیز هندسی این بال کنترل میکرده. آیا لباس پرواز تنشون میکردن؟ نه، اینا کرواتی بودن مثل الان بنده، همیشه هم خیلی مرتب بودن با کروات اینا. سرعت زمینی هواپیماشون چقدر بوده؟ 11 کیلومتر در ساعت، ولی بعد روبرو 43 کیلومتر داشتن موقع پرواز، مجموعش شده 54 کیلومتر در ساعت هواپیما پرواز میکرده. وزن هواپیما چقدر بوده؟ 275 کیلوگرم بدون موتور، البته خود موتور هم 82 کیلوگرم بوده. در سال 1905 دو سال بعد از اولین پرواز بالاخره پرواز دایره‌ای رو در شهر و دیار خودشون انجام دادن، و در سال 1907 برای اولین بار در اروپا پرواز برادران رایت رفتن، اروپا پرواز انجام دادن، و تا 1910 اروپایی خودشون به امریکا رسوندن. مقدارش به خاطر اون پول 3 سالی بود که اینا هیچ کاری نکردن تا قرارداد ببندن. تا چندین و چند سال گواهینامه خلبانی در جهان همه به امضای برادران رایت گواهینامه میشد. خلاصه دو تا نابغه خیلی جالب بودند. خوب خوش باشید.